شالوم و برخا. چگونه از قره، اون شخصیت فتنگر، شخصی به نام شموئل حناوی، پیغمبر بزرگ پدید می آید؟ یک میدراش داریم درباره اینکه قره چرا چنین تصمیم می گرفت، چگونه در خود چنین استعدادی دید که بتونه جامعه را به دست بگیره. میدراش میگه قره چه پیکه احایا مر رایلش توتزو. قره که بسیار باهش بود چرا چنین اشتباه بزرگی کرد؟ ای نوه تعتو، چشم او را به غلط انداخت. او دید در روح حقادش در دنیای نبوا سلسله بزرگی در آینده از او به عمل خواهد آمد. فردی مثل شموئل که برابری میکرد با موشه و هارون، همانطوری که تهیلیم میگه موشه و هارون به خهناو و شموئل به قرعه شمو. تهیلیم شموئل را در مقابل هارون و موشه قرار میده، یا اونها را هم وزن هم نشون میده. و بسیاری کسایی را در کتاب دیبر حیامی آمده که از فرزندان قره نبوه ها میوردن در روح قدش، اینا فرزندان هیمان از فرزندان نواده های قره بودن. میدراش میگه قره گفت ممکنه چنین انسان های بزرگی از من نتیجه بشند و به دنیا صادر بشند و من ساکت بمونم. اما او زیبا ندیده بود، به خاطر اینکه فرزندان او تشوبا کردند و در آخرین لحظه خلاص شدند و اون انسانهای بزرگ از فرزندان توبه کرده او نتیجه شدند. این داراش نگاه قره را به آینده میبینه و میگه قره اون توانایی را داشت که آینده را ببینه. حالا یا با چشم نبوعا یا چشم تعقل، اما یک تعجبی از این میدراش نتیجه میشه. اگر قره تونست آینده ها را ببینه، شموئل را ببینه، نواده هاش را در نبوعا ببینه که دارن در مقداش در خانه خدا نوازندگی و سرایندگی میکنند، چرا فردای خودش را پیشبینی نکرد؟ چرا فردای اون روز را که آمد و زمین او را بلعید را ندید؟ به این تعجب یک مشکل دیگر اضافه میشه. مگر قره چیز خودی داشت که چنین انبیای از اون نتیجه بشند؟ برای اینکه به این سوال جواب بدیم باید به کتاب شموئل بریم و الغانا پدر او را در نظر بگیریم. الغانا که به خانه خدا میره و اونجا مواجه میشه با فرزندان الی. الی هکوهن، کوهن گادول بود. و وقتی الغانا پدر شموئل هر سال به خانه خدا میرفت، در این کتاب می نویسه که دو فرزندان الی، حفنی و پینهاس، کاهنان خدا بودند. در ادامه کتاب شموئل ما می بینیم بین مرحله رشد شموئل به عنوان یک ناوی و فرزندان کوهن گادول الی به عنوان کاهنانی که خدمت می کردند یک تضادی به وجود می آد. مثلا درباره شموئل میگه و نه ارهایا مشارت هشم ادپنه الی هکوهن و هان نوجوان خدمت میکرد در حضور خداوند و در جلوی الی کاهن. در مقابل وقتی شموئل را معرفی میکنه که در راه خدا بود و در خانه خدا خدمت میکرد به درستی و راستی، نوشته ابن الی
بنه بلیه الله یاد و تشم، فرزندان علی، فرزندان لاابالی که خدا رو نمیشناختند، درست برعکس شموئل که نمیگه در خدمت خدا بود. و در این کتاب می نویسه که فرزندان علی بسیار خطاکار بودند، زیرا توهین می کردند و قربانی ها را و اونطور که باید شاید در مراسم اونطور که باید انجام نمی دادند. برعکس اونها شموئل در خدمت خدا، نوجوانی که پیراهن افود پوشیده بود به خدمت بکرد. در پایان میگه و ایگدل هنر شموئل مشم، شموئل نوجوان با خدا روش کرد و در راه او بود، اما ایلی وقتی پیر شد و میدانست که فرزندان او ناخلف هستند و در خانه خدا فساد میکنند. این تضاد و این تقابل بین شموئل لوی و فرزندان کهن علی و شروع نبوءه شموئل، میبینیم که در این بین شموئل آینده رو میبینه و نبوءه میاره و پیش بینی میکنه که خاندان علی طرد خواهند شد و اولادان او از کهونا بر کنار خواهند شد. و در حقیقت ما بعداً میبینیم که این چنین اتفاقی میفته و کهونا و کهانت خانه خدا از خاندان علی به خاندان فرزندان صادق منتقل میشه. در این بین شموئل هم به عنوان یک رهبر مذهبی و هم به عنوان یک رهبر سیاسی و هم مثل کهن رفتار میکنه. از لحاظ سیاسی مثل موشه است، همونطور که تهلی میگه که شموئل برابر از یک جنبه با موشه و اهرون، از لحاظ ریاست و سیاست شموئل تقریبا مثل پادشاه اسرائیل بود، رهبر سیاسی اسرائیل بود. همونطوری خودش میگه من رهبر شما بودم اما برای رفع مشکلاتتان شما پیش من نمی آمدید، من نزد شما می آمدم، من خانه به خانه به نزد شما می آمدم و مشکلاتتون را حل می کردم. اینجا می بینیم از یک لحاظ شموئل مثل یک پادشاه و یک رهبر سیاسی رفتار می کنه و از طرف دیگه مثل اهرون کهن و به عنوان یک رهبر مذهبی هم در خانه خدا را اداره می کنه و مسائل و قربانی ها را انجام می داد. نوشته و خوندیم که وقتی قرار بود وارد جنگی بشن در زمان شاول، وقتی شاول پادشاه بود، شموئل به شاول دستور میده قبل از آنی که جنگ با پلشتیمه ها شروع بشه باید او بیاد و با هم قربانگاهی برپا کنند و مراسم قربانی را به جا بیارند. و شموئل به شاول میگه تا من نیامدم قربانی رو انجام ندید و جنگ رو شروع نکنید. در حقیقت اینجا خودشا شموئل یک رهبر سیاسی و هم رهبر مذهبی نشون میده و واقعا چیزی که شایستش بود. وقتی نگاه میکنیم میبینیم مثل اینکه وارح اشتباه هم نکرده بود. شموئل بعضی رفتارها و کردارهاش مثل قره بود. اون افکار و اون رویاهایی که قره داشت در شموئل پیاده شد. شموئل باعث شد که خاندان کهونا از خانه از یک فردی به فرد دیگه منتقل بشه. خاندان الی کهن منقرض میشند و فرزندان بن صادق اونها میان و جایی که اونها رو میگیرند. این کار را شموئل کرد، کاری که قره هم میخواست در دور خودش که اونها را
از اهرم به کسی دیگر یا به خودش منتقل بکنه. البته شموئل کار درستی کرد، برای آنکه فرزندان علی فاسد بودند و باید جا به جا می شدند. اما قره اشتباهش این بود که این ایده که باید یه زمانی که اونا منتقل بشه مال دوره خود اون نبود، این مال دوره شموئل بود. اگه قره آینده را دیده بود، خواست اون چیزی را که الان وقتش نرسیده انجام بده. او هم مثل شموئل انتقال کهونا را میخواست، در سر میپروراند، اما اهرن بهترین فرد و مناسبترین فرد بود که باید کهن گادر باشه، ولی فرزندان ایلی شایسته نبودن. پس شموئل به درستی از طریق او کهونا منتقل شد، ولی قره اشتباه کرده بود، فکر میکرد این اتفاق در دوره او باید بیفته. و میبینیم که شموئل حتی با اینکه لوی بود، به طور استثناء به جای مدتی در خانه خدا به جای کهن یا کهن گادول هم انجام وظیفه میکرد. پس این هماهنگیه که بین قره و بین شموئل هست تا یه جایی میتونه با هم هماهنگ بشه. و منتها باید ببینیم که اگر عمیق‌تر نگاه بکنیم، قره احساس کرده بود که قدرت تمرد بر ضد کهونا را داره. این ایده او شاید میتونست درست باشه، منتها نه برای زمان خودش. زمانی که کهونا فاسد، معلومه که باید کهن را و کهن گادول عوض کرد. و متاسفانه قره این زمان را اشتباه میگیره. فو فکر میکرد اون چی در رویا و نبوا میبینه مربوط به دوره خودشه. چشمان او کاهیده شدند و او نیروهای تمرد را به جای اینکه در اولادان او و در زمان شمول اتفاق بیفته به دوره خودش جلو انداخت، در زمانی که مناسب نبود و در فردی که مناسب این تغییر نبود. فرزندان قره تشوبا کردند و توبه کردند و به خود و به فرزندانشان آموختند که اون خشم عصیانگر فتنه انگیز قره را تبدیل بکنند به یک کار انقلابی در زمان دیگر، وقتی لازم بشه که خانه خاندان علی عوض بشند و که اونا به خانواده شایسته انتقال بشه. بله، فرزندان اون قره اون ایده عصیانگر اولی را که ویرانگر بود به یک قدرت دیگری که مفید و بجا بود و سازنده بود تبدیل کردند. این چیزی بود که قره در رویا دیده بود، اما نه اونطوری که باید و شاید، و اون اتفاق نه در زمان او بلکه در زمان شموئل باید اتفاق می افتاد. ولی اون ژنه قرهی را در شموئل هم میبینیم که اگر قره تو رو دیگه رفتار کرده بود، او هم میتونست موفق باشه. اگر بهتر میدید، دقیقتر میدید، عمیقتر میدید و منیت خودخواهی را کنار میگذاشت، میتونست خیلی برای جامعش مفید و مؤثر باشه. اما متاسفانه از جنبه منفی استفاده کرد و سرنوشتش را دیدیم که به چطور شد. بعضی از رفتارهای بعضی انسانها که فتنه می کنند، عصیان می کنند، ممکنه ریشه در قدوشا داشته باشه، اما اگر در زمان لازم و مناسبش و در وقت مناسبش و در باره فرد مناسب انجام نشه، این ایده ها تبدیل به ویرانگری و برعکس اون ایدئال الهی میشه و اون متاسفانه نتیجه منفی میده. استعدادها باید در زمان مناسب و در وقت مناسب و برای افراد مناسب درست به کار بره. درس بزرگی است که از این شخصیت و رفتار قره و بعد نواده او شموئل هنوی یاد میگیریم. شالوم و برکات.